بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، سلام. من به شما سیما بهاری هستم، با همکارم جمیل فرزان یک دیگه از برنامه های گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. در ایران شاهد بیشترین اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی هستیم و علیه شرایطی که موجود هست. با هر تظاهراتی شعارهای مختلفی سر داده میشه یا بر پلاکاردها نقش بسته میشه. این شعارها بازتاب خواسته های مردمی هست که در اون تظاهرات شرکت میکنن. اعتراض به موقعیت فرهنگی، اعتراض به موقعیت جنسیتی، اعتراض به گرونی و غیره و غیره که همه ما شاهدش هستیم. معمولا شعارها یه جورایی سمبل میشن. متوجه آدم میشه که این شعار به اصطلاح چپه، از چپ جامعه است. مردمی که در این تظاهرات شرکت کردن چپ هستند، خواسته های رادیکال دارن یا راست هستند. این تقسیم بندی چجوری مشخص میشه؟ چرا این یا اون شعار اهمیت پیدا میکنه و چرا ضرر داره یا نفع داره؟ حسن صالحی به سوالات ما پاسخ میده. آره، ارتباطمون برقراره. سلام میکنم به شما حسن صالحی، خوش اومدید به برنامه گفتگو. منم خدمت شما همه بینندگان این برنامه سلام دارم. متشکرم. میشه اینجوری شروع کرد که کلن شعارهایی که در تظاهراتهای مختلف ما میشنویم چجوری درست میشه؟ مثلا فلبداهه آدم ها میان توی تظاهرات و خود به خودی یه شعار میدن، یا اینکه از قبل یه عده‌ای سازماندهی میکنن، شعار تعیین میکنن و میفته به اصطلاح تو دهن مردم، چجوریه؟ بذارید من این مثال از کشوری که خودم زندگی میکنم، کشور سوئد بزنم. من تو تظاهرات و اعتراضات های مردمی اینجا خیلی شرکت کردیم به خاطر مسائل مختلف و مناسبت های مختلف. اینجا به دلیل زیاد آزادی سیاسی برقرار، تظاهرات هست، کسی سرکوب و دستگیر نمیشه و اینها. و وقتی میریم تو تظاهرات، حالا در مورد هر مسئله باشه، اول ماه می باشه، روز جهانی زن باشه، یا یک مسئله در مورد بدتر شدن وضعیت درمان یا مهد کودک ها، هرچی باشه، موضوع باشه، تظاهر کنندگان، سازمان دهندگان این تظاهرات معمولا شعارها رو نوشتن روی برگه هایی و در اختیار شرکت کنندگان در تظاهرات میذارن که آمادگی فکری پیدا بکنن، آمادگی داشته باشن. و وقتی بلندگو شعارها رو میده، بقیه همین شعارها رو تکرار میکنه. یعنی شعارها فکر شده است، هیچ وقت فی‌البداهه نیست و آماده است و تصمیم گرفته شده در موردش و مردم هم همون شعارها رو میدن، هماهنگی به وجود میاد. در ایران به نظرم علارغم اینکه بالاخره آزادی سیاسی در ایران نیست، ولی به یه درجه زیادی به نظر من شعارها فکر شده است. اینطور نیست که فی‌البداهه باشه. بخشم فی‌البداهه از اونایی که اعتراضات خیابانی برپا میشه، شبا مثلا مردم میزن خیابونا، ممکن شعارهای فی‌البداهه هم داده بشه اونجا، یه شعاری داده میشه میگیره، گرفته میشه، یه شعاری نمیگیره. ولی فرض کن اگه شما به اعتراضات معلمان، به اعتراض پرستاران، به اعتراضات بازنشستگان شما توجه بکنید، میبینید که خب یه شعارهای مشخصی داده میشه و یه هماهنگی هست. و وقتی به پشت صحنه نگاه میکنید، ببینید که برگزار کنندگان این اعتراضات هم دقیقا مثل همین کشورهای اروپایی رفتن، نشستن، توافق کردن چه شعارهایی داده بشه. معمولا لیستی از شعارها نوشته میشه، دست به دست توی یک جمعی که اون برگزار کنندگان دارن، حالا تو دنیای مجازی، تلگرام، هر جای حضوری، هر جایی که هست، و میچرخونن و بالاخره هر کی شعار لازم دیگه ای داشت اضافه میکنه یا کم میکنه، توافق میکنه، شعارها رو میرن میدن. یعنی میخوام بگم که بالاخره یه مقدار فکر شده است. و علاوه بر این، حتی اون شعارهایی هم که فی‌البداهه هست، تأثیر پذیر از اون گفتمان جنبش های مختلف اجتماعی که در جامعه وجود دارن فعالیت میکنن. شما اگر گفتمانتون در مورد فرض کن مسائل اجتماعی گفتمان چپ باشه، بازتاب پیدا میکنه در شعار. و اگه گفتمان که حاکم، گفتمان حاکم در جامعه، گفتمان راست باشه، شعارهای راست هم بازتاب پیدا میکنه در شعارهای مردم، در اعتراضات مردم.
بله، خب حالا جایگاه این شعارها رو شما چه جوری میتونید ببینید؟ مثلا فرض میکنیم میگن که فلاکت عمومی، حقوقهای نجومی، اینا اهمیتش و خیلی شعارهای دیگه ای که تو میشه حتما به خیلیاشون اشاره کرد و مطرح کرد، شعارهایی که کوتاه هستن ولی یک دریا به قول معروف موضوع توش هست، اهمیت این شعارها رو چی میبینید شما؟ شعار به نظر من یک خاصیتی که داره بالاخره مردم رو بسیج و متحد میکنه. شما حالا هر اعتراضی که باشه، اعتراض باشد علیه حکومت مستقیما یا اعتراض باشه علیه کارفرمای مدیریت کارخونه یا اعتراض باشه علیه مسائل دیگه، شما وقتی معترضین یه جای جمع میشن، خب معلومه اگه یه شعار واحد داشته باشن و یک صدا اون شعار رو فریاد بزنن، نشانه قدرتشونه، نشانه اتحادشونه، نشانه هماهنگیشونه. و این وقتی همینطوری هم شما توی یک تظاهراتی راه میرید و تنین یک شعار واحدی رو در یک تظاهرات میشنوید، خب معلومه طرفی که مقابل شماست دارید علیش مبارزه میکنید، علیش میجنگید، وحشتش میگیره، میگه اینا چقدر متحدن و به طور منسجمی دارن عمل میکنن، یک شعار واحد رو دارن سر میدن. شعار نفس شعار اینه که خواستای مردم میاره در یک سری شعارهای مطرح میکنه و اونها رو گرد اون شعارها متحد میکنه. فرق نمیکنه که شما در تهران باشید، اهواز باشید یا فرض کن شیراز باشید، همه دارن این شعار رو سر میدن. مثلا فرض کنید میگن که حکومت اسلامی شلاق اوین گرانی، فرض کنید، یا مثلا میگن حکومت ضد زن نمیخواد، همه جای این فریاد زده میشه و به این معنا نشانه اقتداری جنبش رو به نمایش میذاره و بسیار بسیار مهم، متحد کننده و بسیج کننده است. این اهمیتش. بله، خب بعضی از شعارها خوبن، شعارهایی هستند که به قول شما متحد کننده هستن، خواست تظاهرات رو خیلی شفاف و روشن مطرح میکنن، و بعضی از شعارها مضرن. میشه یه جوری تفکیک کرد؟ به نظر شما مختصات یه شعار خوب کدوم هست؟ مختصات شعار خوب از نظر من اون شعار رو من میتونم یه سری شعاره همینطوری ردیف بکنم بگم و طبعا آدم میفهمه که منظور من چیه، ولی اگه بخوام که ما عام‌تر صحبت بکنم، وقتی ما داریم یه شعاری رو مطرح میکنیم در یک مبارزه معین، حالا سر هر چیزی باشه، با اون دردی باید انگوش بذاره دقیقا با اون دردی که ما متوجهش هستیم و میخوایم علش مبارزه کنیم و اون خواست و اون ریشه، انگوش بذاره اون مصیبتی که ما دوچار شدیم و میخوایم اون اوضاع رو تغییر بدیم. فقر سر فقر، سر بیکاری انگوش میذاره رو بیکاری و اونا رو برجسته میکنه. فرض بکنید ما الان شما چند تا شعار گفتید، مثلا فرض کنید درد ما بیکاریه، درد ما استثماره، درد ما بردگی مزدیه. یکی از شعارهایی که در تظاهرات مطرح میشه اینه که کارگر بیدار است، از استثمار بیزار است، مثلا یه شعاریه. یا مثلا فرض کنید بحث فلاکت عمومی هم تو که شما اشاره کردید، خب یه بحثیه دیگه، و این شعار هست که حقوقای نجومی فلاکت عمومی، یک کنتراست ایجاد میکنه که از یه طرف فلاکت عمومی هست، از یه طرف ایده حقوقای نجومی رو به جیب میزنه، انگوش میذاره به طور مشخص اون دردی رو که مردم دارن و به طور رادیکال و بنیادی این خواست و اون تمایلات قلبی مردم رو میاد تو اون شعار مطرح میکنه. این یک خصوصیتش باز باشه. یه خصوصیت دیگرش به نظر من اینه که شعار باز متحد کننده باشه، همونطور که در پاسخ به سوال قبلی شما هم گفتم، شعار باز متحد کننده باشه. شما نمیتونید فرض کنید بریم توی شعاری تظاهراتی شعار بدید ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم، خب این شعار نجات پرستانه است، ضد عربه و معلومه یه عده را از این تظاهرات خارج میکنه. یا شما نمیتونید برید بگید که شعار ما رفراندوم رفراندوم، یه عده
بحثشون رفراندوم نیست، میگن رفراندوم تا وقتی که جمهوری اسلامی هستش فایده ای نداره، این جمهوری اسلامی باعث بره. بهتر شعار ما این باشه که بگیم گروت گم کن این رژیم، مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. یعنی میخوام بگم که شعارهایی رو ما باعث بگیم، یا یه شعار ممکنه کسی بیاد بگه که فرض کنیم ما رضا شاه روحت شد، من رضا شاه رو اصلا نمیخوام، من اومدم تو خیابون به خاطر اینکه تحصیل رایگان میخوام، بهداشت رایگان میخوام، مسکن مناسب میخوام، میخوام گران نباشه، میخوام فقر و فلاکت نباشه، میخوام شکنجه نباشه، میخوام آزادی سیاسی باشه. اینها خواستای من رو مطرح میکنن و این خواست هاست که در واقع خواستای فراگیر همه مردمه. بنابراین خب میاد آدم روی این چیزها انگوش میذاره که این شعار رو مطرح بکنه. مثلا فرض کنید در اعتراضات مردم شما میگن کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، این شعار شعاریه که میتونه یعنی دست بخش های مختلف مردم رو میذاره تو دست هم و یه شعار واحد و سراسری و متحد کننده است که میده که همه ما دانشجو هستیم، معلم هستیم، کارگر هستیم، باید متحد بشیم در مقابل جمهوری اسلامی و حق حقوق خودمون رو بخوایم. این خصوصیات به نظرم باید شعارها داشته باشه. حالا من لیست بلندبالایی دارم که از خود شعارهای داخل مردمی هست اومده، از شعار سرمایداری، عامل استثمار و بیکاری. اگر و یه چیز دیگه مهمی که هست در مورد شعار، حالا من این یادم اومد اجازه بدید اینم بگم، اینه که مردم رو رجوع میده به قدرت خودشون و قویشون میکنه، نه اینکه متوسط بشن به خدایی و الله و اکبری و شاهی و شیخی و از این حرفا. چون که میگه که یکی از شعارهایی که هست میگه اگه ما نبودیم تو اون بالا نبودیم، یعنی میگه ما هستیم، ما قدرت سازیم، ما مردمیم که چیزیم، ما همه با هم هستیم، نباید بترسیم. یا شعارهای نظیر این که به مردم رویه میده، اعتماد به نفس میده در مقابل سرکوب. و شعارهای مثلا نظیر این که ما نان، کار، آزادی، اداره، شعارهای ما خودمون میخوایم قدرت رو به دست بگیریم، ما نمیخوام قدرت رو بدیم دست یکی دیگه، از بالای سر ما بیاد بر ما دیکته بکنه، شاه و شیخی فرض کنیم شیخی بره شاهی بیاد و داستان همون داستان سابق بشه. ما میخوایم خودمون بر خودمون حکومت بکنیم. یه سری شعارهای خب بفرما ببخشید بفرمایید شما یه سری شعارهایی که شما الان به بعضا اشاره کردیم، مثل مثلا رضا شاه روحت شاد، یا چو ایران نباشد تن من مباد، یا مثلا فلسطین رو رها کن فکری به حال ما کن، یه شعارهای اینطوری میاد توی تظاهرات ها. اولا میتونیم بگیم که این نشون دهنده اینه که تو فلان تظاهرات راست دست بالا رو پیدا کرده، یا ناسیونالیست ها قدرت بیشتری پیدا کردن، دست بالا دارن. اینو یه توضیح بدید تا بعد ببینیم که اصلا چجوری این شعارها وارد تظاهرات میشه، وارد به اصطلاح صحبت عمومی مردم میشه. بله نه به نظر من اینطوری نیست. ببینید البته خود شما اگر رضا پهلوی برید که دقمرگ شده تا اینکه به تاج تخت برسه، یه دفعه صبح از خواب پا میشه و بالاخره به خواب دیده که مثل اینکه تمام ایران طرفدار اون هستن، ایشون این حرفا رو میزنه، میگه که جوانا الان همه طرفدار من اون حرفا، اونو بذاریم کنار که این شوخی و مزاح هستش. من فکر کنم اینطوری نیست که خیلی شعارا داده میشه. همین شعارا هم شما مد نظر داشته باشه، نه مردم معترضن، مردم از این شرایط سختی که بهشون تحمیل شده، سرکوب، خفقان سیاسی، فشارهای زیاد اقتصادی، گرانی، تورم، همه اینا آمدن و میان تو خیابون بالاخره شعار میدن و قبل از هر چیز به نظر من اعتراضشون رو دارن به وضع موجود بیان میکنن. اینو باز مد نظر داشته باشید. و خب یه عده تمام سعی میکنن خط و جهت بدن، همونطور که نیروهای مختلف اجتماعی سعی میکنن خط و جهت بدن به این شعارها. راست سعی میکنه خط و جهت بده، چپ سعی میکنه خط و جهت بده و قالب بزنن اعتراضات مردم رو. ولی خب این شعارهایی که شما به طور مشخص اشاره کردید
در مقایسه با هزار یک شعار دیگه خیلی رادیکال، انسانی، انقلابی که مردم تو این تظاهرات ها دادن و غالبیت داشت، به نظرم خیلی کمتره. نه اینکه نبوده، حتما بوده و باستان پیدا کرده. ولی خب مثلا فرض کنید شما برید رادیو آمریکا، بی بی سی، جریان سلطنت طلب مراجعه بکنید، اینا رو خیلی تو بوق میکنن. ولی واقعا حقیقت همینه که در ابعاد کمتری هست در مقایسه با این شعارهایی که از نظر من بسیار رادیکالتر، انقلابیتر، انسانیتر و شعارهای واقعی هستن که واقعا خواست قلبی مردم رو به درستی بیان میکنن. یه شعاری مثل مثلا نقض نه لبنان جانم فدای ایران، یا شعارهایی که اینطوری خاک ایران، محدوده ایران، اینا رو هی مطرح میکنه. من خودم شخصا با بعضی از افرادی که توی ایران چت میکنیم، حرف میزنیم، راجبش صحبت کردیم. خیلی ها قبول دارن که بله، شعارهای خیلی انسانی و خیلی متحد کننده ای نیست، ولی باید یه آلترناتیو داشت. مردم اعتراض دارن به اینکه چرا جمهوری اسلامی پول خرج مثلا غزه و لبنان میکنه. همه آدمان نمیگن خرج حزب الله اونجا میکنه یا غیره. باید یه آلترناتیو داشت. آیا ما توی موقعیتی هستیم، ما منظورم مثلا حزب کمونیست کارگریه، که شعارهای آلترناتیو بفرستیم، بگیم مثلا اینا شعارهایی هستن که جایگزینن؟ ببینید این شعاری که در غزه و لبنان اینا میگید، ببینید یه بخش این شعار حقیقتا نارضایتی مردم حالا بیان صحیح پیدا نکرده تو این شعار مشخصی که شما اشاره کردید. ولی شعار مردم اینه که اون چیزی که مد نظر مردمه اینه که خب جمهوری اسلامی نیروهای تروریست کمک میکنه و لبنان و غزه و فلان اینا، خب تو لبنان و غزه حزب الله و حماس اینا حمایت مالی کرده و خودتون هم میدونید که مثلا رهبر حزب الله گفته بود، اعلام کرده بود که ما رسما کمک مالی میگیریم و افتخار میکنیم و این قدم به ما کمک مالی میکنن. یا حماس یه پریودی، یه دوره‌ای که بین عربستان و سعودی و ایران از همه اینا میگرفت کمک مالی، ایران کمک میکرد. بنابراین اون چیزی که هست، نقد و اعتراضی که هست، متوجه اینه که این پولا رو شما به پای یه سری جریانات تروریستی، حکومت‌های جنایتکار مثل بشار اسد، مثل خود شعار دیگه هم از اون شعار، شعار خوبی، میگه سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. منظورش اینه که شما میرید تو سوریه مستشار نظامی میفرستید، دولت جنایتکار سوریه رو که علیه مردم اون کشور هست به هزار یک شکل مورد حمایت خودتون قرار میدید. خب اون این پولایی که برای صدور تروریست و جنگ افروزی در کشورهای دیگه به خرج میدین، بیا خرج مردم خودت بکن، خرج شهروندان بکن دیگه. این شعاری که باز این خواست درستیه، یعنی اگر پشت خواست رو ببینیم باز بیان تا درستی پیدا بکنه و مردم باز بگم سوریه راه کن، تروریست راه کن، فکر بالا مردم کن، پولی که به مسجد و نمیدونم تروریست و حزب الله و بشار اسد شما دارید اختصاص میدید، بذارید در اختیار رفاه و آسایش مردم. اینه که مردم مد نظرشون هست. اینکه ما باید شعار از اینجا بفرستیم یا نه، خب طبعا آدم شعارهایی رو پیشنهاد میکنه و همیشه هم من خودم چندین بار همینطوری در روابط مناسبت های مختلف شعارهایی رو پیشنهاد کردم به دوستان، رفقا در ایران، گفتم مثلا این شعارها رو داد. ولی فی الواقع خود این دوستان بیشتر از هر کسی و بهتر از هر کسی اون مردم هستن، فعالین در محل که این شعارها رو فرمولی میکنن. مهم اینه که اون گفتمانی که در جامعه حاکمه و غالبه و بحث میکنه، این گفتمان، اون گفتمان چپ حاکم باشه و نقدی که ما داریم از جمهوری اسلامی، نقدی داریم که ما چی با رفتن جمهوری اسلامی چی میخوایم و چی را دقیقا مورد هدف قرار میدیم، اون نقد ما، اون گفتمان ما حاکم باشه، خب فعالینش اون موقع شعاراش میسازن. ساختن این شعارها چندان به نظر من سخت نیست، مشکل نیست، راه رو پیدا میکنن. بس اصلی اینه اون گفتمان ما هرچی بیشتر
دامن بزنه. نقد ما حکومت آخوندی نیست که الان مثلا تو بعضی شعارها هست آخوند بالاخره یا آخوند میره یا آخوند دیگه بیاد. نقد ما عید میگن حکومت آخوندیه چون که نمیخوام بگن جمهوری اسلامی چون میگن که این اسلام نیست، در صورت که ما بحثمون حکومت مذهبیه. جمهوری اسلامی رو نمیخوام، حکومت مذهبی رو نمیخوام. اون گفتمان درست اگر حاکم باشه یارو میاد شعارش میگه من حکومت مذهبی نمیخوام، من جمهوری اسلامی نمیخوام، متوجه؟ دیگه نمیاد بگه حکومت آخوندی نمیخوام. اگه نقدش درست باشه بگه اداره شورایی، خب دیگه نمیره بگه من رضا شاه رو میخوام، رضا پهلوی برگرده. میگه اون کیه؟ من خودم میخوام حاکمیت بکنم. میگه بس بر سر اینه. یعنی شما فکر میکنید که توی تظاهرات های مختلف وقتی که شما یه چیزی رو نقد میکنی نمیخوای، اون سیستم یا حکومتی که میخوای هم باید مطرح بشه؟ خب سیستم اون هم میتونه ما مطرح بکنم، بس هم این نیست. بس من حالا چند چون اون شعارا نیست، بس من اینه که اون گفتمان حاکم که هست که ما وقتی میگیم جمهوری اسلامی نباید باشه به چه معناست؟ شما مثلا ممکنه برید یه کسی مثل آقای رضا پهلوی ممکنه گفتمانش این هست، میگه پاسدارا رو نگه دارین، دستگاه سرکوب و زندان اینا نگه دارین، اونطوری که من جمهوری اسلامی رو نمیخوام اون یه طور دیگه میخواد. و من بحثم اینه که این بازتاب پیدا میکنه تو شعارا. خب شعارهای اثباتی هم تا اول میشه داد. ما چی میخوایم؟ ما میخوایم یه حکومت انسانی باشه، یه جمهوری باشه که رفاه و آسایش مردم رو بر محور خودش قرار داده و در دستور کار خودش داره و در این حال نبرد ما بسته جمهوری اسلامیه که در همه وزناتش، در همه وجوه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی میخوان نباشه. فقط جمهوری اسلامی نیست، کل اون نظام سیستم سیاسی اقتصادی که حاکمه ما میخوام اون ور بیفته. بله. و در پایان صحبتمون یه شعاری هست که بعضا آدم میشنوه، استقلال آزادی جمهوری ایرانی، در مقابل این شعار که نه قومی نه ملی حکومت انسانی، تقابل این دوتا شعار رو چجوری میشه دید؟ شعار دوانه خیلی بهتر طبعا شعار مورد علاقه من، مورد نظر ما هست. اون شعار اول خب جمهوری ایرانی ایده که میگن شعار بی ربطی هم هست، یعنی میخوام بگن که ظاهرا ایرانیگری رو در مقابل با اسلامیگری آوردن. حالا من نمیدونم به چه معنا اینا به کار بردن. یه بخش شما اینه که طبعا میخواد بگه که خب ما با ایرانیت برگردیم و دوره زمان شاه و فلان اینا اوضاع بهتر میشه، که خب این باطله. ما زمان شاه هم تجربه کردیم، زمان اسلامش هم تجربه کردیم، بنابراین نه شما میخوایم، نه اسلامیت میخوایم، نه ایرانیت میخوایم، انسانیت میخوایم. یعنی اگر تازه بس بستن این باشه که بخوایم تجربه تازهی بکنیم، بس انسانیته. یعنی یه گفتمان یا یه نگرشی بستن جمهوری و نظامی که بر محور انسانیت بنا شده. ولی این شعار ایرانی، جمهوری ایرانی، جنبه دیگه هم داره. ظاهرا مثلا اینه که فرض کن الانی که اینا حاکمان ایرانی نیستن، هست این بس هست، خب این عرب بوده، اینا ایرانی نیستن، ذاتشون ایرانی نیست. خب اینا باورهای ناسیونالیستیه که خاک میپاشه تو چشم مردم، سعی میکنه مردم رو گمراه بکنه، در صورتی که اینا ایرانی هست. این حاکمین بس ما تمام بستر همین بوده که با ایرانی ایرانی گفته مثلا حل نمیشه. تو ایران جبار هست، ستمگر هست، ظالم هست، استثمار کننده هست، کارگر هست، محروم هست، فقیر هم هست. بالاخره تو طرفدار کی هستی؟ متوجه بحث ما اینه که بالاخره با یک ایرانی گفتن شما نمیتونه سر ما شیره بمالید. ما فرض کن حالا از در بزنیم اسلامیت بیرون بکنید، شما بخواید از پنجره مثلا ایرانیت وارد بکنید تو بیان تحت این عنوان که همه ما ایرانی هستیم، بالاخره بعد یه دیگه بیاد شاهی بکنن، یه دم بشن رعیت اون شاه و فرض کن آش همون کاسم همون روال سابق زمان شاه برقرار بشه. نه، اینطوری ما نمیخوایم. ما میخوایم که به جای رجوع به
ایرانیت، به جای رجوع به اسلامیت به انسانیت، به جای رجوع به قومیت به انسانیت، به اینکه ما از یک نژاد انسانی هستیم و انسانیم و مطالبات ما مطالبات قومی نژادی رنگ بوی مذهبی نداره، رنگ بوی قومی نژادی نه، رنگ بوی تماما انسانی داره. وقتی که در مورد تبعیض علیه زن صحبت میکنیم، وقتی که میگیم اعدام نباشه، وقتی که میگیم رفاه میخوایم، وقتی که میگیم شادی میخوایم، وقتی که میگیم اذانه میخوایم، اینا همش محورش انسانیته، ربطی به قومیت، ربطی به نژاد، ربطی به این چیزا نداره. بنابراین اون شعار دومی که خودتون الان یه مرتبه دیگه تکرارش کنید مورد پسند من، نه قومی نه ملی، حکومت اسلامی و انسانی. انسانی بله. مرسی. بله خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. سپاسگزارم. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با حسن صالحی در رابطه با شعارهایی که در تظاهرات‌های مختلف مطرح میشه و مفهوم و جایگاهشون چی هست. امیدوارم که پسندیده باشید. من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان برای شما شادی و لحظه‌های خوب آرزومندیم.